بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت شما بزرگواران. در جلسه 37 از آناتومی سمستر 4 هستیم. یک مبحث جدیدی از آناتومی بطن، یک قسمت بسیار مهمی از بطن که به نام نیه مقبنی یا گروین یاد میشه، امروز شروع میکنیم. در این نیه ما خود نیه مقبنی رو میشناسیم که کدام ساحر نیه مقبنی میگن. اینگوینال کانال میبینیم که اینگوینال کانال دارای دو رنگ، دیپ اینگوینال رنگ و سوپرفاشیال اینگوینال رنگ همراه شما میبینیم. ابتدا خود نیه مقبنی یا گروین کدام قسمت از بدن یا کدام قسمت از بطن میگن گروین؟ سرحد بین جدار قدمی بطن، بین جدار قدمی بطن، سرحد بین جدار قدمی بطن و ران، حد وسط از اینور، این نیر به نام نیه گروین یاد میکنن. سرحد بین جدار قدمی، جدار خلفی متوجه باشیم نگیم یا جدار بطن نگیم، جدار قدمی بطن با ران، محل اتصال ای دور به نام گروین یا نیه مقبنی یاد میکنن. اهمیت این نیه به خاطر یک کانالیه که به نام اینگوینال کانال یاد میشه. اینگوینال کانال، خوب اینگوینال کانال چرا اهمیت داره و چگونه به وجود آمده؟ اینگوینال کانال چگونه به وجود آمده؟ در زمان حیات رحمی، یعنی وقتی که طفل امبریو در داخل بطن مادره، وقتی که جنین داخل بطن مادره، در جدار خلفی بطن، در جدار خلفی بطن جنین گونادها قرار دارن. یک نسج قرار داره که بدن گونادها رو میسازه. گونادها در مردها تستس ها یا بیزه ها رو میسازن و در جنس مؤنث اواری ها یا تخمدان ها رو میسازن. ابتدای موقعیت گونادها، یعنی تستس ها و معذرت، تستس ها و تخمدان ها در جدار خلفی بطنه. در ابتدا وقتی که طفل داخل بطن مادره، در جدار خلفی بطنه. بعدن اینا به اثر رشد و توسعه که میکنن بیان به موقعیت اصلی خود، که در مردها یا جنس مذکر بیان داخل پوش خصیه ها یا اسکروتوم داخل میشن و در خانم ها در قسمت منظرت در خانم ها در قسمت دو طرف رحم، در کنارهای رحم جای میگیرن. خوب در حین مسیری که اینها میام طرف پایین، از نیه گروین تیر میشن، از نیه مقبنی تیر میشن، که در همین نیه مقبنی یک کانال وجود داره به نام اینگوینال کانال. از داخل همین کانال اینها عبور میکنن. بیزه ها که ابتدا در جدار خلفی بطن بودن پایین میاین و از داخل کانال عبور میکنن و در داخل اسکروتوم یا پوش خصیه ها جای میگیرن. خب کانال اینگوینال به طرز وجود آمدن از این توریه که خوب ابتدا به خاطر که آسانتر اینا نزول کنن و پایین بیاین، گونادها از هم در جنس مذکر و هم در جنس مؤنث یک بند لیفی به نام گوبرناکولوم یک بند لیفی از نهایت سفلی گونادها آمده پایین و به
یک برجستگی به نام لبیو اسکروتال در اینجی وصل میشه. یک برجستگی به نام لبیو اسکروتال، البته در جنس مؤنث که هسته خود همی گوبرناکولوم ابتدا به رحم و بعد میای به نیه لبیو اسکروتال وصل میشه. گوبرناکولوم وظیفه داره که همی تستس ها یا خود تخمدان ها رو به طرف پایین نزول بده و کش کنه به طرف پایین، کمک کنه به اینا که راحت‌تر پایین بیاین. همی بند لیفی یک روی بره از اینا باز میکنه و اینا رو کوشش میکنه به طرف پایین به موقعیت اصلی اینا برسونه. بعد وقتی در نیه گروین میرسن، یعنی در نیه سرحد بین بطن و رون میرسن، به خاطر که یک کانال باشه که این بیزه ها بتونن از اون قسمت عبور کنن از این نیه و جلو از اینا بند نباشه، در جدار خلفی بطن در همین نیه یک قسمتی از خود لایه های بطن، ما شما لایه های بطن قبلا خونده بودیم، عضله مایل خارجی، عضله مایل داخلی و عضله ترانسورس یا عضله مسرز بطنی و همچنین فاشیا ترانسورسالیس یا ترانسورسالیس فاشیا که به خط سبز رنگ نشان داده شده. لایه های بطن یک فرورفتگی پیدا میکنند، یک فرورفتگی در لایه های بطن وجود می آید که همین فرورفتگی به نام پروسیسوس واجینالیس یاد میکنند. واجینال یعنی غلاف، شکل یک غلاف فرورفتگی در لایه های بطن به وجود می آید. بعد این پروسیس واجینال عمیق‌تر میشه و شکل یک کانال بخو میگیره، شکل یک کانال بخو میگیره که این پروسیسوس واجینال به شکل یک کانال در می آید که این کانال چون در نیه مقبنیه به نام اینگوینال کانال یاد میکنن. الاخره سبب وجود آن یک لوله در همین جی شده جدارهای خود بطن که به نام اینگوینال کانال یا کانال مقبنی یاد میکنن. خوب، بعد از داخل از این کانال گوبرناکولوم هم که وجود داشت ای عناصر کش میکنه، یعنی تستوسترون کش میکنه به طرف پایین داخل اسکروتوم جای میده. بیزه ها همراه خو چون در این موقعیت روش کردن اویه و اعصاب اینو در این موقعیت بود، اویه و اعصاب همراه خو پایین میارن، اویه و اعصاب همراه خود پایین میارن، اویه و اعصاب از اینو به شکل یک تنابه همراه از اینو پایین میایه که این تنابر به نام اسپرماتیک کورد یاد میکنن، به نام اسپرماتیک کورد که ای اسپرماتیک کورد از داخل کانال آمده پایین. بعدا پروسیسوس واجینال مسدود میشه، دیژنریشن میکنه و مسدود میشه، فقط یک کانالی که با دو حلقه که اطراف از این محکم گرفتن به وجود میایه، کانال بریکه که عناصر از بالا دیگه عبور کرده نتونن. خوب، در داخل از کانال اسپرماتیک کورد وجود داره. در جنس مؤنث چون بیزه ها وجود نداره و اسپرماتیک کورد وجود نداره و از طرف دیگه تخمدان ها در حوصله پیین آمدن، در اینجی متوقف شدن و پیین تر نمادن، گوبرناکولوم از اینا در این نیه موجود بود. گوبرناکولوم از رحم تا به لبی اسکروتال موجود بوده. بعد گوبرناکولوم دیگه وظیفه اینجا اجرا نمیکنه، تبدیل میشه به یک لگامنت به نام راوند لگامنت آف یوتراس یا لگامنت مدور رحمی که در حقیقت رمنانت یا بقایای همون گوبرناکولوم اصلی که بوده، بقایای از اونه. ای از داخل همین ربات یا راوند لگامنت از داخل کانال اینگوینال عبور کرده به لبیو ماجورها آمده وصله شده و آمده تو به لبیو ماجور وصله شده. پس در داخل کانال در مردها اسپرماتیک کورد قرار داره و در زنها روند لگامنت قرار داره. یک عصبی هم به نام ایلیوینگوینال در هر دو جنس از یک قسمت داخل میشه و در درس های بعدی باز میخونین خود شما، از
می داخل از این کانال می آید. حال کانال اینگوینل به وجود آمده. خب گوبرنو کولوم هم فهمیدیم که یک بند لیفی بود که اینار به طرف پایین کش میکرد. او هم که بالاخره به دیفیق اجرا کرد و از بین رفت و به غایه از او بمانده. خب در همین نهیه بعضا امکان داره که همین کانال که وجود آمده باید پروسیس واجنال از بین بره و این کانال یک مجرای بریک تنگی بقی بمونه که عناصر از داخل بعد به داخل ایجان پایین نیایند، داخل این قسمت پایین نیایند. بعضا در روند تشکل یا در جریان توسعه خوب صورت نمیگیره، به صورت صحیح صورت نمیگیره و همین قسمت این کانال این حلقه خوب رشد نکرده، خوب بسته نشده، یک فوهه باز میمونه. در نتیجه پریتوانی که داخل بطن پوشیده بود، پریتوان میای داخل از این کانال میایه، یا حتی اعشای داخل بطنی مثلا روده ها میان داخل از این کانال. همه داخل شدن پریتوان یا پریتوان و اعشای بطنی داخل کانال به نام چوره یا فتق یا هرنیا میگن. در تصویر آخری باشه به شما نشان دادم. تصویر یک قسمتی از در این نهیه میبینیم این حلقه خوب بسته نشده، حلقه باز مونده، در نتیجه یک مقداری از خود پریتوان و روده ها یا اعشای بطنی آمدن داخل از این کیسه آمدن یا داخل کانال آمدن که همه بیرون زدگی از اینا، داخل آمدگی از اینا به نام هرنیا یا اینگوینال هرنیا یاد میکنن، چون در دیگه قسمت ها هم همه حالت رخ میده و اونها به نام همون نهیه یاد میکنن، مثلا در نهیه سوره یا نوف امبلیکال هرنیا میگن. خب هرنیا یا فتق در همین نهیه اینگوینال به وجود میایه. این حالت نرمال میبینیم، اما در بالا قرار دارن، کانال بسته، کانال فقط اسپرماتیک کورد عبور کرده، نمیتونه اما از اینجا داخل شن، قشای پریتوان به نوعیت و قرار داره، حالت نرماله. اگر این حالت نرمال نباشه، این قسمت باز باشه، یک قسمتی از خود پریتوان و روده ها داخل از این میشن، داخل کانال میشن و هرنیار میسازن. این هرنیار اینگوینال که در داخل کانال اومدن و این بیشتر پیشرفت کرده، حتی داخل اسکروتوم شده. بعد همی هرنیا که درس آینده شمون هرچند، هرنیا به دو قسم میتونه باشه، یا میتونه غیر مستقیم باشه یعنی مادر زادی باشه، یا میتونه مستقیم یعنی اکتسابی باشه. در صورتی که از پهلوی اسپرماتیک کورد عبور کنه، از پهلوی اسپرماتیک کورد عبور کنه معذرت از پهلوی اسپرماتیک کورد عبور کنه، این ساک هرنیا یا همکیسه هرنیا شنه از کنار اسپرماتیک کورد عبور کرده، این هرنیای مستقیم یعنی اکتسابی میگن، چون این عضلات این نهیه ضعیف شدن و این هرنیا رخ داده. و در صورتی که در داخل بیای در داخل اسپرماتیک کورد بیای، این هرنیای غیر مستقیم یا مدرزدی میگن، چون همون کانال اینگوینال باز مونده و مواد داخل از اومده. خب در بخش هرنیا باز این انشالله همراه شما میخونیم، یک بحث جداگانه. خب ما گفتیم اینگوینال کانال در همین نهیه مخبنی وجود داره. فهمیدیم که اینگوینال کانال چگونه به وجود آمد توسط پروسس واجنال که از لایه های بطن تشکیل شده بود. اینگوینال کانال به وجود آمد. اینگوینال کانال در داخل از اون محتویاتی و در مردها اسپرماتیک کورد و ایلیوینگوینال نرو بود و در زنها روند لگامنت و ایلیوینگوینال نرو. خوب حال همین اینگوینال کانال که یک کانالیه، موقعیتی رو مهم بفهمیم و دارای یک حلقه در داخل حلقه عمیق یا دیپ اینگوینال رینگ و یا
یک سوپرفاشیال اینگوینال رینگ، یک حلقه عمیق داره، یک حلقه سطحی داره، جدار قدمی داره، جدار خلفی داره، جدار علوی و که به نام سقف یاد میشه و جدار سفلی و که به نام زمین یاد میشه. اینا هر کدومی ما جداگانه میبینیم که اینگوینال کانال به چه قسم قرار داره و جدارها و سقف و القاطی رو میخونیم که چگونه تشکیل شدن. خب ابتدا موقعیت اینگوینال کانال، موقعیت اینگوینال کانال، خود اینگوینال کانال به روی یا قسمت بالای لگام اینگوینال لگامنت قرار داره. این میگیم اینگوینال لگامنت. روز قبلا ما دیدیم که عضله اوبلیک خارجی یا اکسترنال اوبلیک اپونیوروزیو در پایین زخیم میشد و یک لبه آزاد مساق به نام اینگوینال لگامنت. در بالای اینگوینال لگامنت یک کانال کمیر به نام اینگوینال کانال یاد میکنند. ای در نیمه سفلی یا در نیمه اونسی ازی قرار داره، یعنی اگر ما این نصف کنیم در نیمه سفلی ازی قرار داره کانال. طول ازی کانال 4 سانتی متر، طول کانال 4 سانتی متر. شروعیو از حلقه عمیق یا دیپ اینگوینال رینگ، ختمیو به حلقه سطحی یا سوپرفاشیال اینگوینال رینگ. خب ابتدا ما از جمله ازی کانال دیپ اینگوینال رینگ نگاه میکنیم. دیپ اینگوینال رینگ، این قسمت دیپ اینگوینال رینگ یعنی حلقه عمیقه، چون در قسمت داخل قرار داره توسط ترانسورسالیس فاشیا. ما شما دیگه ترانسورسالیس فاشیا رو میفهمیم که از کدام عضله وجود اومده یا پوش کدام عضله. ترانسورسالیس فاشیا که یک لایه از جدارهای بطنه به دور خود دور میخوره و شکل یک لولر میگیره، هرچند که بعضی ها میگم در اینجا یک سوراخی وجود اومده در خود ترانسورس فاشیا و این کانال ساخته، در حالی که دور خوردن خود ترانسورس فاشیا به دور خود نوه یک شکل یک لولر میگیره و این کانال میسازه. دیپ اینگوینال رینگ یعنی حلقه عمیق همی کانال توسط ترانسورسالیس فاشیا ساخته شده، توسط ترانسورسالیس فاشیا ساخته شده. موقعیت دقیق از این رینگ، اگه ما انتریور سوپریور ایلیاک اسپاین یعنی این ساختمانه به سیمفیسیس بوبیس وصل کنیم، یک خط از اینجا رسم کنیم، نقطه وسطی از این نقطه وسط همین خط دیپ اینگوینال رینگ قرار داره، دیپ اینگوینال رینگ قرار داره. یا میتونیم بگیم در قسمت وحشی اینفریور اپیگاستریک آرتریه، یک شریان اینفریور اپیگاستریک که ما قبلا نیر خوندیم، در قسمت وحشی از او بلا فاصله یک حلقه وجود داره که به نام دیپ اینگوینال رینگ یاد میشه. خوب دیپ اینگوینال رینگ در مردها اسپرماتیک کوردر پوشیده یعنی داخل کانال شده چون، و در زنها روند لگامنتر پوشیده. بعد از قسمت این حلقه عمیق که خلاص شیم میرسیم به حلقه سطحی و حلقه مقبنی سطحی و یا سوپرفاشیال اینگوینال رینگ میرسیم. سوپرفاشیال اینگوینال رینگ، این حلقه سوپرفاشیال اینگوینال رینگ. خب این حلقه در حقیقت ختم از این کاناله، شروع کانال از اینجی بود، ختم از این کانال توسط حلقه سطحی صورت میگیره. از اپونیوروز ای عضله، اپونیوروز اکسترنال اوبلیک این حلقه به وجود آمده، از اپونیوروز عضله اوبلیک خارجی این حلقه به وجود آمده. ما در این تصویر دیگه میبینیم. خب ما اینجا یک برجستگی داریم به نام پوبیک توبرکل، پوبیک تو
توبرکل. این حلقه در روی همی پوبیک توبرکل قرار داره، این حلقه بر بالای پوبیک توبرکل قرار داره. دهانه از این شکل مثلثی داره، به این شکل شکل مثلثی داره. در این تصویر دیگه میبینیم این دهانه حلقه بیرونی یا سطحیه، شکل مثلثی داره، ذروی و به علوی و وحشیه، قاعدی و میدوی قسمت پوبیک کرست، قسمت پوبیک کرست قاعدی از اینه. دو تا زل داره این مثلث، یک زل اونسی یک زل وحشی. زل اونسی از این به نام کروس میدیال یاد میکنم، یا میدیال کروس، میدیال کروس، میدیال یعنی اونسی، کروس هم یعنی ساق، ساق اونسی از این. و یک کروس وحشی داره یا ساق وحشی داره به نام لترال کروس. کروس ها هر دو ساق ها هستند، یا کروس ها در اپکس به هم نزدیک میشن و یک تعداد الیاف دگه، فایبر های دگه این دو تا کروس به هم وصل میکنه. این فایبر هایی که این دو کروس به هم وصل کرده به نام انتر کرورال فایبر یاد میکنن، انترکرورال فایبر. این دو تا کروس به هم وصل میکنه به خاطر که این حلقه رو محکمتر کنه، نگذاره که از این بیشتر باز بشه، و اگه بیشتر باز بشه عناصر از بطن چون فشار داخل بطن از اینجی عبور میکنن. این حلقه باعث میشه که این الیاف این حلقه رو محکمتر نگاه دارن. خوب از حلقه ستیر هم فهمیدیم، حلقه ستیر هم فهمیدیم، حلقه عمیق هم فهمیدیم. حالا میریم به خود کانال. گفتیم یک جدار قدمی داره، یک جدار خلفی داره، یک سقف داره و یک زمینی داره. ما در این تصویر بهتر میتونیم که بفهمیم. این قسمت اینگوینال کاناله، این صاحب در یک مقطع گرفتیم، از قدام این قطع کردیم، در اینجی ای داخل از این کانال اینگوینال قرار داره و این اسپرماتیک کرده. خوب این جدار قدمیونه، این جدار خلفیونه، این سقفیونه و این هم زمینیونه. جدار قدمی، این جدار قدمیه، جدار قدمی توسط اپونیوروز عضله مایل خارجی ساخته شده. جدار قدمی توسط اپونیوروز عضله مایل خارجی ساخته شده. این اپونیوروز عضله مایل خارجی آمده از این نهیه عبور کرده، به نهیه ران رفته، با فشیالتک از عضلات ران با او یک جا شده که در سای قبلی ما شما خوانده بودیم. در اینجی یک قسمت از اپونیوروز دور میخوره و لگامنت اینگوینال میسازه. خوب جدار قدمی از این توسط چی ساخته شده؟ توسط اپونیوروز عضله مایل خارجی. در این تصویر شما میتونیم ببینیم اپونیوروز عضله اکسترنال اوبلیک آماده و اینجگا این جدار قدمی ساخته، جدار قدمی ساخته. از جایی که عضله مایل داخلی یا اینترنال اوبلیک مسل، اینترنال اوبلیک مسل الیاف عضلی ازی از روی اینگوینال لگامنت منشا میگیرن، یک قسمت از الیاف عضله اینترنال اوبلیک از قسم دو سوم وحشیه، چون کانال در قسمت نیمه اونسی قرار داره، از این قسمت کانال تا این قسمت، از دو سوم قسمت وحشی لگامنت اینگوینال ای الیاف اینترنال اوبلیک منشا میگیرن، پس روی از این حلقه که در عمق از این قرار دارن روی از این حلقه را میپوشونن و باعث میشن که همین حلقه عمیق تقویه شه، چون الیاف روی از اون گرفتن اون تقویه میکنن این حلقه، که در حقیقت همین حلقه یک نقطه بسیار ضعیفی در جدار قدمی بطنه، همین نقطه ضعیفر ای الیاف اینترنال اوبلیک در قسمت وحشی از او تقویه میکنن.
عضله مایل خارجی از رو آمده جدار قدمی ساخته، یک قسمت از او ای عضله مایل داخلی در قسمت به طرف بیرون یا وحشی ای تقویه کرده. خوب از جدار قدمی که خلاص شیم نرسیم به جدار خلفی. ای جدار خلفیه. در جدار خلفی طوری که میبینیم ترانسورسالیس فاشیا یا فاشیا ترانسورس، این فاشیا جدار خلفی از این ساخته. فاشیا ترانسورس که ما لایه‌های بطن خواندیم، یاد شما نه جلد بود، نسج تحت الجلدی و بعد همو صفاق سطحی و عضلات و بالاخره، خب یاد شما هست، فاشیا ترانسورس جدار خلفی از این کانال ساخته. فاشیا ترانسورس جدار خلفی کانال ساخته که ما خب تصویر بهتر به شما پیدا کنم. ای جدار خلفی اونه، جدار خلفی کاناله، جدار قدمی بی قسمت بود، جدار خلفی اونه توسط ترانسورس فاشیا ساخته شده. ترانسورس فاشیا یا فاشیا ترانسورس ساخته شده. خب بعد یک سوم اونسی هستی، در یک سوم اونسی همی کانال در خلف یک لگامنتی، یک تندان مزرد، یک وتری تندانی از این عضلات ساخته میشه به نام کانجوینت تندان یا وتر مشترک میگن. کانجوینت تندان یا وتر مشترک در یک سوم اونسی جدار خلفی تقویه کرده. اصل جدار توسط ترانسورس فاشیا ساخته شده، این تندان در این قسمت دور تقویه کرده، یعنی در پشت از او قرار گرفته و دور تقویه کرده، توسط همی تندان این تقویه شده. خود همی کانجوینت تندان موقعیتی رو در قسمت خلف حلقه مقبنی سطحی قرار داره، حلقه مقبنی سطحی در خلف از او قرار داره و باعث تقویه حلقه سطحی میشه. خود کانجوینت تندون باعث تقویه این حلقه سطحی میشه و در نتیجه این حلقه سطحی تقویه میکنه که این هم یک نقطه از نقطه ضعیفی در جدار قدمی بطنه. حلقه عمیق عضلات مایل داخلی تقویه کرد، حلقه سطحی کانجوینت تندون تقویه کرد. خب بعد میرسیم به قسمت سقف ازی. میرسیم در قسمت سقف. دو تا عضله داریم. عضله مایل داخلی. عضله مایل خارجی در این بالا بود و فقط اپونیروز پیدا آمده بود. عضله مایل داخلی و عضله ترانسورس یا ترانسورس ابدومین یا عضله ارضی شکم. این دو عضله. این دو عضله الیاف از اینا. الیاف از اینا باعث شده که سقف کانال اینگوینال بسازن. سقف کانال اینگوینال بسازن. خوب الیاف از اینا گفتیم از روی لگامنت اینگوینال شروع میشه و شکل یک حلقه دور میخوره برو کانجوینت تندون ختم میشه. از این لگامنت اینگوینال شروع میشه، بعد به شکل یک قوسی دور میخوره رو کانجوینت تندون ختم میشه و یک سقف میسازن برای کانال اینگوینال. بعد قسمت زمین از این میبینیم. در قسمت زمین یا پایین از این یک لگامنتی بود به نام لگامنت اینگوینال، البته نیمه سفلی یا نیمه اونسی از این، نیمه اونسی لگامنت اینگوینال، چون در وحشی کانال نبود. نیمه اونسی لگامنت اینگوینال که خود لگامنت اینگوینال در حقیقت از اپونیوروز اکسترنال اوبلیک به صورت یک کنار آزاد زخیم شده بود و لگامنت اینگوینال ساخته بود. همه لگامنت اینگوینال نیمه اونسی از این زمین یا فرش یا فلور کانال مقبنی یا اینگوینال کانال می سازه. این
لیگامنت اینگوینال توسط یک لیگامنت دیگه به نام لکونر لیگامنت تقویه میشه، توسط لکونر لیگامنت که در حقیقت الیاف خود همین لیگامنت که به طرف داخل گسترش پیدا کردن، توسط از این لیگامنت تقویه میشه و زمین جوف زمین کانال اینگوینالر تقویه میکنن. خب ما شما نیه مقبنی نیه گروین فهمیدیم، نیه مقبنی یا گروین فهمیدیم که سرحد بین جدار قدمی و اتنورانر میگن. در این نیه اینگوینال کانال داشتیم، اینگوینال کانال محل عبور اسپرماتیکورد و لگامنت رون در مردها و زنها بود و چون یک نقطه بل قوه ضعیفی بود که باعث هرنیا یا فتخا میشد اهمیت خاصی داشت. بعد اینگوینال کانال ما فهمیدیم که چگونه از پروسس واجینال به وجود آمده و عبور کردن بیزه ها از داخل ازی و لگامنت رونده که بقایای توبرناکولوم بود بودم فهمیدیم. بعد کانال اینگوینال فهمیدیم که یک حلقه عمیق و حلقه سطحی داره، این فهمیدیم و دیوارها و سقف و زمین از این کلن مطالعه کردیم. روز بعد انشالله محتویات کانال اینگوینال که همین نایی که نام بردیم بیشتر میخونیم که به چه قسم اینا ای اناسور اسپرماتیکورد و روند لگامنت اینا از داخل از این به چی صورت عبور میکنن و ادامه درس خود شما روز بعدی میخونیم تا از نیه گروین خلاص شیم و به اعضای داخل بطن برسیم، ارگان های داخل بطن برسیم، معده، کبد، تا حال اینا رو خود شما بدن مطالعه کنیم. تا جلسه بعدی خداوند یار و نگهدار شما، شب روز شما خوش.